که از این اصاب آمدین تا بال چه قسم گذشته بود؟ اصاب که تا حال آمدین بسیار زیاد خوب گذشته و قسمه که همه مردم میفهمه که در شهر کابل در خود شهر براتون بگویم که اونجا بسیار زیاد گرد و غبار است و یک قسمت سبورب یا حومه میباشه که بسیار دارای هوای خوب میباشه و ما اصابی جا آمدیم و امرو با فامیل خود شدیم در زیر خیمه و همه جاتون مردم سعی میکنیم و بر میله آمدیم. خب چی خوردین؟ چاشت یعنی چاشت ما گفتن که دیگ میکنیم و گفتن نه زحمت بسیار زیاده گفتن کباب میگیریم و چاشت کباب گیریم. خب ما که پیش دوستای دیگه ما رفته بودم زیادتر اونا دوغ تیار کرده بودن امرای سلاته. شما چطور دوغ یا سلاته تیار میکنید؟ دوغ تیار نکنم چرا که هیچکس فامیل ما بخرم خوش ندارن تنها ماز گرفته بودیم. یک جان تشکر از شما، خدا کنه که اینم قسم که تا بال خوش گذشته بر شما دگام خوش بگذره. سلامت باشین، تشکر از شما. شکر آینده سازای نازنین، قسمی که برادر ما گفتن که اینجا آب هوای بسیار خوب داره، ما از مادر جان میپرسم که پسرتان که گفتن آب هوای خوب داره چطور شما در زیر خیمه شیشتین؟ خاطر از اینکه ما زیر خیمه شیشتیم چون نوا سرد بود یکم باران بود بخاطر این تفلکای خورد آمدیم دیگه فعلا زیر خیمه شیشتیم، باز بعدا میبراییم پس میریم میگردیم. من به شما میگم که برین هوا بسیار خوب است، راستی هم بخاطر تفلک ها که چون هوا گرم و سرد میشه. خب حالا جان خودتان بگوین که قبلا پغمان چه قسم بود و حالا چه قسم است؟ قبلا پغمان چون ما همیشه می آمدیم فصل بهار می آمدیم و تابستان همیشه می آمدیم اینجا، نسبت به سالهای دیگه امسال بسیار خوب است چون بسیار پاک و صفا هم است و در ضمن پارک های جور شده و پارکینگ های موتر است، همه چیز است. شما خوش هستین؟ خوش هستیم، بله چی کنیم دیگه. قرمون دون کو چرنګ تاسو ګورې دلته یو فامیل دی عزیز، دوی څو سوال او څو پوښتنې وکړي عزیز زمون سره. السلام علیکم. السلام علیکم. خپل ځان راو پیژنې؟ موږ د بینیسار اوسیدونکي یاستو، دلته د میلې لپاره راغلي یاستو. تاسو موږ ته ویلی چې دا کوم ځای دی؟ دا پغمان ده. څنګه د پغمان فضا څنګه ده؟ څنګه ځای ډېره ښه وای ده او ډېر موږ پکې خوشحاله یاستو. دلته تاسو مخکې هم راغلی وئ؟ نه، اول بار ده چې موږ راغلي یاستو. او چا چې نه یې لیدلی دا ځای، هغوی ته ویلی شئ چې دا څه رقم ځای ده؟ وایي څه رقم؟ موږ ورته ویلی شو چې ډېره ښه وای ده او پغمان ډېر ښکلی ځای ده. ستاسو خوښ شو غواړئ چې آینده کې بیا راشئ او که نه؟ او موږ غواړو چې د راتلونکي جمعه کې هم راشو. ستاسو یوه ښه خاطره شته په زندګۍ کې چې لیدونکو ته یې تاسو ووایئ؟ د موږ اولین ښه خاطره ده چې موږ همدلته پغمان ته راغلي یاستو او پغمان ډېر ښه ځای ده. ستاسو څخه مننه. آینده سازای عزیز، قسمی که شما میبینین بازم من در جمع یک فامیل قرار دارم، شما میبینین که چقدر منظم شیشتن، میرم به ایشان خدا کنه که از ایشان پرسشایی را که دارم بتانن جواب گفته و شما هم با ما باشین و ببینین که من چی از ایشان میپرسم. سلام برادر. سلام برادر. نام شما؟ حدیث صدیقی است. حدیث؟ عدید صدیقی. خب نقدر نام مشکل دارین، خب خود گفته میتونی که این نام تکی انتخاب کرد. نام و پدر جانم انتخاب کرده. خب پدر جان تان مانه این نام تاره میکنی؟ بله، یعنی فولاد یا آهن. بیچک چکم نام برتن گذاشتن. خب ما این را پرسان هم میکنم از پدر جان تان که چرا این نام فولاد آهن بالا شما گذاشته. دیگه شما پروگرام اینجا سازن هم میبینین؟ بله، اگان بارده تیوزین ملی تماشا میکنیم. بله. خب چه قسم پروگرام است از نظر شما؟ از نظر ما بلک یک پروگرام خوب است، جوانان را رشد میده در درسی از کار زندگی شد. خب آمدیم سر اصل مطلبی که اینجا کجا است و بخاطر چی اینجا آمدین؟ اینجا پغمان است که بخاطر میله امرای فامیل ما آمدین. خب چطور گذشت؟ خوب گذشت؟ دافین هم ولست خوب گذشت که چین امرای فامیل ما سه. خب امرای فامیل تان آمده. چه قسم شما که اینجا آمدین چی احساس میکنین؟ چه قسم فضا است؟ یک فضای بسیار خوب است، احساس خوب میکنم چون هوای صاف خوب پاک است. هوای صاف تنفس کرد؟ بله. ما
و دوستای دیگه هم گفته بودن قبلا که من پغمان نامده بودم، شنیده بودم که میگفتن پغمان بسیار یکی آب خوب داره و یکی هوای خوب داره. چطور از نظر شما آیا گپ اونا رو تایید میکنین؟ بله آدگر چین تماشا میکنیم خودمون که گپ راست است که واقعیت داره که هوای خوب داره که بعض مردم اینجا از امی خود داره. یک خاطر جالب تمیشه با دوستای ما بگویی؟ خاطر جالب هم نو دیگه به حساب موبایل ایجاد شده بوده که و خواستم که موبایل را گرفتم در زنگ آوردم و را در سر الموری ماندم، خودم یک جای خود پنهان کردم، همشیریم آمد بوده که و زنگ شاورنو خود پت کردم، اونا دفتن اوکی کردن هیت نری زنگ کدام نمدسته بله 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 گفتم رفتم چونمی یک در جالب بود برام داده. تشکر یک جان، واقعا دوست عزیز خاطره جالب بود، خدا کنه شما هم خنده باشین. خب من میرم پیش مادر جان و پدر جان و دیگه دوستا. خب نازنین نام چیست؟ وسیولا. وسیولا جان قند، خب خودت امروز چند شنبه است؟ امروز جمعه است. من نیست چهارشنبه است. نه جمعه است. آفرین یه جمعه است. اینجا کجا است؟ اینجا پغمان. نازنین خودت متعلم هستی؟ خب اینال امروز روز جمعه از خودت آمدی پغمان با فامیلت، اینال سبا خو مکتب میری، چی خاطره میبری بر که بر دوستایت قصه کنی؟ میشه که بگوی بر ما؟ بله رفتم در لب دریا چه بلق محاو بود. راستی؟ پیداش نکنی؟ پیداش کنم در سنگ بمانده بود. این هم خاطره تا بر دوستایت میبری بر سنفایت میگی؟ بله. تشکر یک جهان. تشکر. سلام آنه. سلام چطور هستی؟ شما خوب؟ خوب مادر عزیز، خوش آمدین. چطور است تا بال چه قسم گذشته؟ من بچه‌ام بسیار خوب است، آب و هوایش هم خوب است، فضای بسیار خوب است، همین که با فامیل خود هستم بسیار احساس خوشی میکنم، راحتی میکنم، اونجا بسیار جای خوب است، خصوصا در این شرایطی که حالا فعلا آرامی در وطن ما آمدنه، از او پیش خود جای تفریگام نبود، دیگام نبود، بر کس مساعد نبود، بسیار خوب است دیگر خود. خب خاله جان من برتن هستن یک سوال پرسان کردم که ازم یک پرسان کردم چاشت چی خوردی؟ چاشت والا یک سالان بود دیگه، مت یک چیزه که عادی دیگه مت اینجا تیار کردین یا از خانه تیار؟ تیار کردیم نه هم جایی که باشی تیار کردی هم جزیاتن آوردیم همه چیز خود ما آماده ساختیم. نادرین خود نام؟ حسیب الله. حسیب الله جان خودت متعلم است؟ بله. ما ازیت یک سوال کنم جواب دادم میتونی؟ پنج ولایت افغانستان نام بگی که برف بیش رو شده باشه. بغلان، بامیان، بدخشان، بل اکل دادن یک بل بادان بار. خب دوستای عزیز دیدین که یکی رو هم نقل گرفت یکی رو هم غلط کرد، خب از شما یک جهان. قابل سلام. خوب هستین؟ تشکر. خب پدر جان من شما سوال هم میکنم که چرا بالای پسر تا نام فولاد گذاشته ناهن فولاد؟ حالا می لغت بخش شما جالب بود، عدید به معنای فولاد یا آهن. من خواستم بچه ما اگر شود در آینده مثل فولاد بوری، یک شخص محکم باشه و با هر شرایط بتونه بسازه و در شرایط های نادوار تحت تاثیر نره. دور از طال که قدر یعنی بزرگ شده هم قدر مقابله کده محکم بوده؟ بلا دوستی همه تو که من فکر میکردم تا فیلم خواهمه تو هست. شکر یک جهان است. شما ارزو میکنم که اون همه قسم مثل فولاد باره دیگه هم که بزرگ شد همه تا در مقابل سختی های زندگی مقابله کنه. تشکر. تشکر. میخوایم با چند برادرای ما چند گفتنی داشته باشم، شما هم امرای ما بیاین من تعقیب کنین.